از خبرنگارای پرکار که اونا داماد آقای صبوری است، کدام خصومت بوده و مسائل پولی هم مطرح بوده که مسئله مادی بوده و خب از قبیل گفت در تاجکستان گویا صورت گرفته. خبر مرگ عجیب و ناگهانی مصطفی عزیزیار، مجری خوشنام و سرشناس ستاره افغان در تاجیکستان، که باعث موجی از نگرانی در میان مردم شده است. چگونه این اتفاق رخ داده و داستان از چه قرار است؟ لطفاً این ویدیو را لایک کنید تا به دست دیگران هم قرار بگیرد. اولا خوب است بدانید آقای عزیزیار مجری خوب ستاره افغان و از گوینده های پیشین برنامه های مختلف طلوع. 3 سال می شد که به دنبال سقوط افغانستان به کشور ازبکستان رفته بود همراه با فامیل و خانوادهش، و حداقل در مدت بیش از 3 سال بارها برنامه های مختلف باربود میوزیک توسط مصطفی عزیزیار در کشور ازبکستان ضبط و نشر می شد، که این یعنی عملا آقای عزیزیار هنوز هم کارمند باربود بود. حالا از دلایل ماندن عزیزیار در ازبکستان و اینکه چرا این گوینده به کشورهای دیگر مهاجرت نکرد عجیب است، در حالی که همکاران عزیزیار هر کدام در کشورهای اروپایی و آمریکا به سر می بردند. البته باید گفت مصطفی عزیزیار داماد امیرجان صبوری است و استاد صبوری هم در کشور ازبکستان زندگی می کند. حالا بگذاریم، خبری که شاید شما هم حداقل یک روز می شود که شنیده باشید. قسمت کوتاه از این ویدیو را با هم تماشا کنیم. خوب هستین؟ همه چیز بر وفق مراد؟ سلامت باشین، کاملا طرف ما قیدتی. متهم به قتل یکی از خبرنگارای پرکار که اونا داماد آقای صبوری است، کدام خصومت بوده و مسائل پولی هم مطرح بوده که مسئله مادی بوده و خب از قبیل گفت در تاجکستان گویا صورت گرفته. تنها این ویدیو نه، بل ویدیوها و تصاویر دیگری هم به شکل عجیبه در تیک تاک و فیسبوک نشر می شود که گویا عزیزیار به گونه درگذشته است. اولا مصطفی عزیزیار در کشور تاجیکستان نه، بل در کشور ازبکستان زندگی می کرد، و همین طور این ویدیو به شکل بسیار زیرکانه از طریق میکس صداها درست شده که کاملا قابل فهم است، که این یعنی این همه حرف حدیث درباره مرگ عزیزیار صحت ندارد، چون 3 روز پیش مصطفی عزیزیار این ویدیو را در کانال یوتیوب خود نشر کرده است. اگر خدای نخواسته اتفاق افتاده باشد، در همین 3 روز پسین بوده که اگر چنین اتفاق رخ می داد، قطعا در منابع رسمی خبری و معتبر اطلاع رسانی می شد، که تا اینجای کار نه مصطفی عزیزیار در این باره واکنش نشان داده و نه هم همکاران مصطفی عزیزیار، که این یعنی این خبر ارزش واکنش نشان دادن ندارد، چون اخبار درگذشت یا کشته شدن این بنده خدا حقیقت ندارد و قطعا در روزهای آینده همچنان مصطفی عزیزیار در این باره اطلاع رسانی خواهد کرد. پس بهتر است به شایعات توجه نکنید. اگر دوست داشتید ویدیو را لایک کنید و این ویدیو را با دوستانتان حتما به اشتراک بگذارید و نظرتان را همچنان در بخش کامنت با ما شریک نمایید.